خبر کوتاه بود. طاهره زن حاج آقا عزتی امروز صبح خودشو بدور از چشم حاج آقا و از اتاق روبروی حسینیه دار زده بود. بهش گفته بودن این حکومت جدید که بیاد باید به فکر یک کار اساسی باشه. خودش هم چند وقتی بود تو فکر بود. آخه داشت پیر میشد. نمیتونم گردن بکشم ببینم زنها تو نگاهشون به سوی دیگه دنبال چی میگردن. چرخی میزنم تا پنهان تر بشم. بتول خانم دوربین آقا کمال رو برداشت و آمده بود. همون دوربینی که آقا کمال هر وقت با دوستاش میرفت جاج رود برای شکار با خودش میبرد. میگفت با این دوربین پرنده ها رو حتی وقتی تو اوجن میبینه. نگاهم به آسمون موند یه لحظه. وسط جمعیتی که صدای فریادهاشون قلبم رو میلرزونه. لرزشی نه از سر ترس. لرزشی از هیجان حضور آدمها. آدمهای یک صدا و یک رنگ. زن غلامرضا چادرش رو سفت چسبیده بود و با وحشت دور و برش رو میپایید. گاهی هم بالا رو نگاه میکرد. هممون میچرخیدیم و اطراف رو نگاه میکردیم. اما نمیدونستیم روی چی نگاهمون باید واسه. روی چی باید خیره بشیم. اگه نگاه ها به یه سوی خیره شده چرا تو نگاه یکی شور موج میزنه و تو نگاه یکی دیگه ایمان؟ شاید حکایت بانوی دوربین به دست حکایت اون بچه یه که میگن بعد از دعوت اهالی روستا به خوندن نماز بارون بالای تپه روستا با خودش چتر میبره. همون موقع هم میفهمیدم که من واقعیم یه جورایی فرق داره. اولین بارش بود که بدون اجازه شوهرش رو افتاده بود تو کوچه خیابون. حالا برده بودنش که هواپیما رو ببینه. رد نگاه های همدیگر رو که میگرفتیم بدتر بود. فکر میکردیم کنار دستیمون میدونه داره به چی نگاه میکنه. از اون طرف رباب خانم که همیشه در آرزوی یه روی خوش از حبیب آقا بود و حسرت همچین مراسمی رو داشت، حالا دیگه بعد این جشن و سیخونک زدن ها و فخ فروختن های جاری کوچیکه آروم و قرار نداشت که مهمونی تموم بشه و برسن خونه تا که قیامت بپا کنه. ماه منیر خودش از صبح چادر چارخون سفیدش رو سرش کرده بود و اومده بود مسجد برای کمک. همه بچه های کلاس قرآن رو هم راضی کرده بود. اصلا به طاهره نمی اومد که از این کارو هم بلد باشه. یه روز سه‌شنبه معمولی بود و قرار بود طاهره به روال چند ماه گذشته با چادر سیاهش و ظرف حلوای همیشگی کمشیرینش به جلسه ختم یاسینی بره که تو حسینیه سر کوچه برگزار می شد. اما همین که رد نگاهش رو پیدا می کردیم سری نگاهش رو می چرخوند به طرف دیگه و بعد جای دیگه و بعد به چشماش که نگاه می کردی انگار یه تیله بود که انداختی تو قوطی و داری قلش می دی. انقدر که بیقرار. همونجا بود که به بتول خانم و زهرا خانم گفته بود امروز آقای خمینی میاد. بتول خانمم گفته بود آقای خمینی نه امام. اما انگار یه نفر مثلا اونی که اولین عکس پایین صفحه است خودش نیومده. انگار موج جمعیت اونو به اینجا کشونده. فوقش اگه مشتری پیدا نشد یه چیزی بلند میکنم میذارم زیر چادرم میارم. این زبون بسته ها یه هفته از غذای درست نخوردن. حالا انقلاب کردین که کردین. شاه رفته. مردونگی کجا رفته که هیچکی دلش ما رو نمیخواد. یه زن و یه مرد داشتن رد میشدن. زن زیر لب چیزی گفت. نشنید. یعنی خیلی وقت بود دیگه بد و بیراهای زن رو نمیشنید. زهرا هم خیلی دوست داشت بیاد. ولی جواب باباشو چی میداد؟ بابای زهرا چپی بود و حتی زندان هم رفته بود. ملیه دختر شاطر عباس تو خیالات خودش دلش بخواست جای آتنا باشه و عروس بشه، شوهرش یکی باشه مثل حبیب آقا با جذبه و پر ابهت. زن غلامرضا زیر لب غر میزد. اون چشچرون آهنی بی صاحب و بیار پایین راه بگیر بریم زودتر. بتول از یه طرف جیغ و هوار میکرد که بمیرم واسه دل خونت رو باب. احترام تو حال و هوای خودش بود و منتظر نتیجه ماجرا چشم چشم میکرد و رعنا هم دور از چشم بقیه با چشمش سر کوچه رو میپایید که پسر بزرگه حبیب آقا رو میبینه یا نه. توی اون شلوغی سوسن خانم شاکی از انقلاب و حجاب و چادر زیر لب قرقر میکرد این لعنتی چی آخه باید سرمون کنیم. واسه همینم بود که وقتی بتول خانم داد زد اوناهاش رو با دوربین با آسمون نگاه کرد همه بالا رو نگاه کردن. همه صداشون در اومده که ما هم میخوایم ببینیم نوبت ماست بده دوربین رو. ما علکی چادر چاخچون نکردیم، نیومدیم بیرون که هیچی نباشه، هیچ کس رو نبینیم. قرار نیست فقط تو ببینیش. بده ما هم میخوایم ببینیم. صدای مردم بالا گرفت. زن غلامرضا چیغ خفه ای زد. اما زهرا چشمش عکاس رو دیوار رو دید و صورتش رو با دست پوشوند. مبادا عکسش رو روزنامه بیفته و باز باباش با کمربند بیفته به جونش.
عکاسم که چشاش مثل مهندس آمریکایی بود دوربینو گرفت سمت زنا. رباب خانم که عین یخ وارفته کف کوچه پن شده بود وسط کوچه بچه هاش دورش عربده می زدن. ملوک خانم در حال هم زدن یه لیوان آب قند بالا سرش تند و تند پشت سر حوش بد و بیراه می گفت. دیگه هیچی براش مهم نبود. خدیجه و مادرش هم هنوز با ترس منتظر بودن که شاید هواپیما رو بزنن. هر چی فکر کردم چی میتونن تو اون لحظه به هم بگن؟ فقط یاد آدمایی افتادم که زود باور و خوش بیان هستن، با زبان بدن تأثیر گذار. اون مونده بود و کوهی از پشیمونی که چرا به خاطر چشم و همچشمی و ندونستن قدر روزای خوب و قشنگ زندگیش کل آینده خودش و خانوادش مثل کشورش منقلب شده. یه جوری که دیگه خودش هم خبر نداشت که طاهره کجاست. گوهر که زمین خورده بود دست کشید روی زمین و اطرافش رو لمس کرد و گفت دیدید گم میشه؟ گم شد. توی دلش زمین و زمون رو لعنت کرد. دستشو گرفت جلوی صورتش و خودشو تو جمعیت جا کرد. دوربین که میآید چشم پنهان نمی شود. می میرد. اصلا بخت نه با تو یار بود و نه با من. دستم اگر فقط کمی بالاتر سر می خورد، آن دو چشم روشن براق اینطور زل نمیزد به بالا تا نگاه ها سر بخورد و مضطرب او شد. آخرین چیزی که دیدم یادم نیست، ولی آخرین چیزی که شنیدم خوب یادمه. صدای خورد شدن دوربین زیر پاها که انگار داشت بین اون همه صدا فریاد آخرش رو میزد. فریادی که از زمین به آسمون رفت. صدای خورد شدن دوربین زیر پاها که انگار داشت بین اون همه صدا فریاد آخرش رو میزد. فریادی که از زمین به آسمون رفت. صدای خورد شدن دوربین زیر پاها که انگار داشت بین اون همه صدا فریاد آخرش رو میزد. فریادی که از زمین به آسمون رفت. فرق داشتم و فرق کردم با اختلاف. دیگه لنز تله دوست ندارم. حالا جز من چه کسی میداند پشت این عدسی های سرک کشیده به بالا چشم های تو چه زیباست.